غفلت ها و غرور ها قسمت دوم. اون چی که محرومیت ما رو اثبات میکنه غفلت. غفلت از چی؟ عن آیات الله، غفلت عن وجود خودمون، غفلت از مقاصدمون، غفلت از مناسلمون، غفلت از عدوبمون. یوم اذن تو حدث اخبارها، اون روز برای ما حکایت میشه اون چی که کردیم و پنهان شده بود و خیال میکردیم پریده و رفته. صحبتی بود که این آیه کل انسانن الزمناه طائره فی عنقه، اون کارایی که خیال کرد پری، خندید یه لبخندی زد، یه قهقهی کرد، یه نگاهی کرد، یه سکوتی کرد، یه توجهی کرد، یه بی‌اعتنایی کرد، هم گفت تمام شد. نیست، الزمناه طائره، اون چی که از او پرید و پرواز کرد و خیال کرد از او جدا شد و تمام شد و رفت، ما الزمناه طائره فی عنقه، به گردنش میبندیم اون چی که از او پریده و پرواز کرده. و نخرج له یوم القیامت کتابا، این پرنده های وجود ما، اون دست و پای ما با اون پروازهای مستمری که داشته، اون روز این کتاب شده، مجموعه شده، کتابا یلقاه منشورا. میبینی گسترده است، منتشره، پخشه. نگاه تو یک نگاه نبوده، لبخند تو یه لبخند نبوده، سکوت تو یک سکوت نبوده. در روایت از مؤمن یه روز قیامت میارن میگن این خون خون فلانیه، تو گریبانگیر توست. میگه خدایا تو که میدانی هست به من مربوط نیست، من خارج نشدم از دنیا که دستم به خونی آلوده شده باشه. میگه نه، تو در فلان مجلس بودی، فلان حرف رو زدی یا فلان کلام رو نگفتی، فلانی گرفتار شد، این سهمت از خون اونه. اینطور نیست. ما بعدها وقتی که باز میشه کارهامون، میگیم مال ما نیست، این اشتباهی این پرونده، خیال میکنیم که اشتباه در حساب شده. اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، بخون همین مجموعه کاراتو تو بخون، همین حسابگری برای تو کافی. به خدا قسم نه کتاب، به خود ما واگذارمون کنیم. اگر به ما بگی تو خودت قاضی خودت باش، به خدا قسم سرمونو میندازیم زمین، صاف میریم تو جهنم، اون چنان فرو بریم که صداش به گوش هیچ کس نرسه. به کتاب احتیاج نیست. چه جرمی بالاتر از این که انسان از محبوبش بریده، از ربش بریده، از حبیبش بریده؟ چه جرمی بارم؟ میگه اگر میخوای ببینی بندهی به درد رفاقت میخوره، ببین با نمازش چطوره. کسی که از خدا دریغ کرد به خلق خدا نخواهد بخشید. واقعیتیه. ما اگر با دوستمون بیگانه شدیم، با چه کسی میتونیم دوست بشیم؟ این که عرض کردم غافلیم و غفلت ما عامل محرومیت ما هست، کم حرفی نیست. تأمل کنید داره واقعا غافلیم ما، رو نگاهمون، رو زبانمون، رو کلمه هامون، رو پوشیدن هامون، رو نشستن هامون، رو هیچی از وجودمون حساب نیم. نه فکر ما، نه وهم ما، نه تخیل ما، نه قلب ما، نه تمامی دونه دونه نیروهایی که در ما هست، غضبمون، شهوتمون، خوفمون، اینا هیچ کاری روش نشده، هیچ کار نشد. خوف رو مبدل نکردیم، وزن رو مبدل نکردیم، استرابامون رو مبدل نکردیم، طلبهای عظیممون رو مبدل نکردیم، انرژیهای نهفتمون رو خرج نکردیم. مبتلا همم این فشار ابتلاها رو میچشیم و عذاب این ابتلا رو میبریم، ولی متنبه نمیشیم، بر نمیگردیم. این غفلت دیگه، غفلت از خانواده داریم ما به عیالمون، اونایی که حالا زندگی منسجمی دارن، دیوارا منظم و فرشا منظم و کفشا منظم و کلاها منظم، بچه بو ترشیدگی نمیده، پاش نسفته، نمیدم چه از این هم میده. کو پس اون مهاره؟ کجاست اون خانواده هایی که باید دلها توش پرواز کنه، روحها توجه پیدا کنه؟ من دارم استثمار میکنم عیالم، نمیده خونه. بعدم ساده اونا که خوبن اینه، بعدم باقی همه داغون، رابطه ها عوضی، اصلا به نیازهای طرف بی‌اعتنا، اصلا نمیدونه چی میخواد، چجور باید وجود او رو مشتغل کنی، چجور باید وجود او رو تأمین کنی، چجور باید وجود او متوجه بشه. هیچ برخوردی نداشتیم با هم که اقلا زنمون یا کافر بشه یا مؤمن باید، هیچ، همینطور معلق. بچه هامون مرخص، رابطه ها مبتلا، یه دنیا احساس و نیاز بچه ها ازش گذشتیم، نمیدونیم باید باشون چجور که حرف بزنیم، چه وقت باشون حرف بزنیم. فکر نکردیم، میگم ما یا جهل یا اگر آگاه هم بودیم غافلیم، به این مجموعه توجهی نداشتیم، غفلت ها گرفته. تا بریم تو جامعه هم، خب این فضای اجتماعیتون رو دارید میبینید، اینا مسائلی که دیگه مسائل روز شما،
خیلی که زور بزنه یه تأسف نوچنوچ همه و خیلی بالاتر بشه فلان و فلان و اینا بودن اونا بودن اینها بودن یا اختلاف اینا و اونا بود. اونو همه خب میدونن، یه فساد مادری داره، یه پدری داره، یه فلانی داره، خب همه اینا بحثی داره شد. کی باید با این کار کنه؟ مشکلی نیست، مشکل اینه که با این جامعه‌ای که الان تو میبینی که دشمن بیداره و تو خوابی یا خسته‌ای یا متنفری یا دلزده و گرفتار و مایوسی، با این مجموعه بچه کسی کار کنه؟ اینجا بچه کار چی بهتر میتونه کار کنه؟ بعد تو جهانی که داری زندگی میکنی، قطبای قدرت، ائتلاف ها و اختلاف های بود، اتحاد ها و اختلاف های بود، اینا از همش ما غافلی. بعد در مقطعی از زمان که نشستیم و ایستادیم در این مقطع نقش ما چه؟ ما از یه نسل گرفتیم به یه نسل دیگه بعد منتقل کنیم. چی رو دارید منتقل میکنید؟ چه چیزی رو به نسل بعد برمیگردونید؟ چطور تو عدل امانات الی اهلها، چگو امانت ها رو میتونید به اهلش برگردید؟ چطور برگردید؟ اگر بنا دارید تقدیری داشته باشی، اندازه‌ای بگیری، بنا دارید تصمیمی بگیری، بنا دارید بر اساس تصمیمتون اقدامی بکنید و بنا دارید در مقام اقدامتون داعی باشید و متوسل به الله باشید که کمکتون کنه، که زمین نخورید، که ارزش‌هاتون از بین نره، از غفلت خودتون رو نجات بیازید، خودتون رو بسرین، وجود خودتون بکنید، وجود خانواده هاتون، بچه هاتون. اگر میشیم جمع صحبتی میکنیم، من واقعش حساب میکنم این جمع نعمتیه. من گاهی دارم سر شب نگاه میکردم، هر کدوم از یه جای دنیا خدا جمعمون کرده، به یه صورتی با هم پیوندمون داده. خب اینا حجت ها برامون تمامه. خب تو این جمع باید منتقل کنیم به هم چیزی رو، بگیریم از هم. گفتم لاغر مثل این سنگایی که از کوه را میفتن، هر کدوم یه خشونت هایی دارن، انقدر همدیگه رو میتابن تا همه پرداخته بشن، لاغل اینجور همدیگه رو با این دید بسابیم. همچون نیشن اگر به هم میزنیم اقرب هم هستیم، با قصد قربت نیشن سرمایه ایجاد کنی. واقعیت خاصی اینه که دستا خالیف و مهمتر از همین غفلت اون چنان وجود ما رو گرفته، غفلت از خودمون، گفتم از مقصدمون، از منازلمون، از عدومون. این یه نوع پرده غفلت باز از خودمون، از خانواده، از جمع، از جهان و از مقطعی که درش داریم زندگی میکنیم. اون مقطعی که دو نسل رو به هم مرتبط میکنه، نسل گذشتهی که کوشید تا به تو باری رو بده و نسل آیندهی که منتظر تو به او باری رو تحویل بده. در هر حال هر تصمیمی، هر تقدیری، هر اقدامی و هر تضرع و ابتهال و توجه احتیاج به این داره که ببینیم مجموعه حدودی خودمون و بعد ازش چشم نپوشیم. و گفتم عامل های غفلت رو سرعت یه اشاره بکنم که این مجموعه هم تو ذهنمون بمونه، بعدا انشالله ببینیم خدا چه میخواد. گفتم اون چی که عامل غفلت میشه و باعث میشه ما غافل بمونیم، یکیش همین زمانه، خود تدریجه، دوری چیزهایی هستش که با ما هستند و نزدیک هستند. گفتم 5000 تومان فردای صبح ذهن من رو میگیره، ولی 5 میلیون، 50 میلیون، 40 ساله بعد مشکلی برا من اصلا نمیلرسونه دلم، غافل میشم، فراموشش میکنم. ما حجم زمان را برداریم، ما تدریج زمان را برداریم، ما حجاب زمان را برداریم، ببینیم انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. قرب جزا و پاداش و مجازات رو اگر ببینیم، به خدا قسم خواب به چشم ما نخواهد آمد الا اینکه متوسل به الله، متوکل علی الله و متضرع عند الله. امکان نداره آرام. اگر میشه دلی که بدهی داره، حالا به پدر زن نه، به همه عالم طلبکار انسان، همه مطالبن، گنجشگاه، درا، دیوارا، به خدا قسم هر زمینی که تو توش ذکری از حق نگفتی مطالب توست، هر لباسی که در لحظه‌ای که در تن تو بود تو متوجه نبود، طاعت نکردی، مطالب تو، اون تو رو پوشانده، تو چه کردی؟ آدمی که با تو نشسته و تو به او چیزی انتقال ندادی، زنی که با تو بوده تو به او تحولی درش ایجاد نکردی، بچه‌هایی که با تو بودن جز فساد و نفرت، جز بدبینی و رجعت عن الله، عصیان خدا و گناه و فسق و فجور در اونها تو زیاد نکردی، اینا همه مطالب ما هستن. گفتم عامل غفلت ما اینه که زمان رو داریم، زمان حاجبه. اگر میخواید از این حجاب جدا بشی یا به اون احاطه و نگاه
الهی توجه پیدا کنید که نراه و غریبا یا این اف کل ما هو آتن قریب، اون چی که میاد نزدیک زمان رو حائل ندید، این اعتبار رو در واقعیت بدهکاری خودتو داخل ندید. این حقیقت. دومین نکته ای که ما رو غافل میکنه سعه و وسعت ملاحیه. من مثال دادم، گفتم مثلا آدم گاهی به یه نقطه متمرکز میشه، خب غافل نیست متوجه این نقطه، ولی وقتی 500 تا از این نقطه ها به وجود میاد، تمام چشمک زن با رنگای مختلف، با لعاب‌های مختلف، با حالت‌های مختلف، عرفانی داره، فلسفی داره، تاریخی داره، ادبی داره، چه داره چه داره، همه انواع اقسام، خب مثلا گم میشه. وسعت ملاهی، وسعت اون چی که ما رو مشغول میکنه به خودش، همه اینها، نمیگم مناهی، نه ملاهی، لحوا، 500 تا بچه، 500 تا جوجه، 500 تا پرستو، همه اینا، کبوتره اون دره اون دیواره اون، همه این وسعت ملاهی ما عامل غفلت ما هست. همه اینها مشغول میدارن ذهن ما، شوخی نیست، اینا اشتغالای ما هست و ما به قدری به قدری به قدری نقطه های اشتغال رو زیاد کردیم و حسابا رو تصفیه نکردیم. اگر انسان این ذهن ما خصوصیتش اینه تو جنبندی هاش، تو به قول ما تراز گرفتنش راحت میشه، بدونه به چه مسئله فکر کنه، اهمیت های قضایا رو مشخص کنه، ترتیب قضایا رو مشخص کنه، این ترتیب باعث این میشه تو توجه ها رو کنترل کنه. ولی وقتی که 500 تا نقطه را تو جنبند نکشیدی، تقدیری نداشتی دوش، اندازه‌گیری نکردی، ردبندی نکردی، ترتیب ندادی، اهمیتاشو محاسبه نکردی، خب طبیعتاً به همه اینها مشغول. تردد تو اگر عامل جنونت نشه، عامل دربدری و از بین رفتن محاسباتت نشه، عامل غفلتت خواهد بود. این ترددها و تحیرها اگر به جنون منتهی نشه که میشه، غفلت رو به وجود خواهد آورد. پس وسعت ملاهی و عوامل اشتغال باعث میشه که انسان غافل بمونه و غفلت باعث میشه تقدیر نکنه، باعث میشه تصمیم نگیره، باعث میشه اقدام نکنه، اون سیر مستمر سابق رو میتونه. و هنگام اقدام طبیعتاً عجزشو نمیفهمه، استرارشو نمیفهمه، توسل رو نمیفهمه، تضرع رو نمیفهمه، توکل علی الله رو نمیفهمه. و وقتی که اینها رو نفهمید، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، خدا هم او رو نمیخره، بهش نگاه نمیکنه. قل ما یعبأ بکم ربی، برای شما حسابی باز نمیکنه لولا دعاؤکم، اگر این طلب شما نباشه و خواهش شما نباشه. اینم از عوامل. پس ببینید زمان غافل میکنه انسان، حاجمه، وسعت ملاهی غافل. ما شتاب که میگیریم، مثلا من مثال زدم، ما وقتی که به تدریج آرام آرام به حوادث نگاه میکنیم، دقت میکنیم، اونها مشخصشون میکنیم، میتونیم جنبندی مناسب تری ازشون داشته باشیم. ولی وقتی با شتاب با ماشین ازش عبور میکنیم، گفتم مثال زدم، وقتی که ما این مسیر رو فرض کنیم تا حرم پیاده میریم، با دقت مطالعه میکنیم، تا اون لحظه‌ای که میدویم، تا اون لحظه‌ای که با شتاب تو ماشین نشستیم میگذریم، حجم واقعه ها و رویدادها و حوادث او برامون متفاوته تا اون لحظه‌ای که آرام آرام با اونها کنار. شتاب ما، تسرع ما، عجله ما که این خصلت انسانی ماست که خلق الانسانو عجولا، این باعث میشه ما به حوادث تأملی نداشته باشیم، اندازه‌گیری نکنیم حوادث، غافل میمونیم. اون چه که مهم بوده اصلا تو حساب نمیاریم. اون آخرین چیزی که میبینیم تو چهره ما، تو دل ما، تو چشم ما بزرگ میشه. آخرین حادثه اکثرا ذهن ما رو به خودش شل میکنه. تسرع ما، شتاب ما باعث میشه که جنبندی رو نداشته باشه. غرضم این بود، حرفم رو جمعش کنم. ما امشب فرصتی نهایت کرده فضل خدا و محبت خدا. و محروم کسی هستش که بعد از آگاهی غافل بشه. گفتم جهل امید این که بخششی بهش تعلق بگیره هست. اون روایت هست که از جاهل می گذرند تا 70 گناه در حالی که از عالم هنوز گناهی بخشیده نشده. البته از اون طرف هم ارزش بالاتره، یک لحظه عبادت عالم از یک عمر عبادت عابد ارزش بیشتره. اون طرف ارزش، این طرف هم خطر هست. من له الغنم فعلیه الغرم، اونی که غنیمت رو داره غرامت را هم داره، با هم هست. کسی که غنیمت علمش رو داره باید غرامت علمش هم بپردازه. مواظب باشی که این علم به غفلت مبدل نشه. غفلت از کی؟ از خودت.
از مقاصد اینا مرتبطه به همه. من دیگه به این ارتباطاش خیلی توجه نکردم، اصلا پس یه مجموعی باشه تو جنبندی امشبتون دقتی بکنیم. ما اگر از خودمون غافل بشیم مقاصدمون فراموش میکنیم. ما وقتی اندازه‌های خودمون رو نداریم به اقل قلیل از دنیا دل میبندیم. استاقلتم الالعر عرضیتم بالحیات دنیا عن الاخره، قانع میشیم ثقل زمین میگیره ما رو، رضایت میاد، خوشنودی میاد، ابتهاج میاد، اونجایی که باختیم مسروریم. یحسبون انهم یحسنون صنعا، ما خیال میکنیم که کار خوب کردیم، غنیمت داریم. توی محاسبه بعد روز بعد نور میفهمیم این که چه گذشته بر ما و چه از دست دادیم. خودمون رو که غافل شدیم مقصدمون رو فراموش میکنیم، به مقاصدی رو میاریم که مقاصد ما نیست، به منازلی دلخوش میکنیم که حتی منزلی سزاوار این که درش نزول کنیم حتی برای دقیقه‌ای اونجا منزل ما هم. مشهد هر جا نمیخوایم سکونت کنیم، حرکت میکنیم، مقاصدمون رو خیلی بالا میخوایم بگیریم. وقتی مقاصد بالا شد دیگه به هر جا دل نمیبندیم، منزلها مشخص، راه مشخص میشادم، قفلت عن طریق پیدا نمیشه در قفلت از سنن، قفلت از سنت ها به وجود نمیاد، قفلت عن الاحکام به وجود نمیاد. بعدم قفلت عن العدو، عدوی که قائد بر راه نشسته، منزل گرفته، مرصد ماست، انتظار ما رو میکشه، قفلت از او به وجود نمیاد. گفتم دشمنی که با خوف از آینده، با حزن از گذشته، با حیرت و تردد و غرور و کبر و حسدها و چه و چه امروز تو رو مبتلا میکنه، قفلتایی که من فوقهم و ان شمائلهم دست و راست چپ تو رو، مغز تو رو، قلب تو رو، همه وجود تو رو احاطه کرده، دشمنی که در همه این منافذ برنامه ریزی داره و تو همه این منازل آتش داره، چطور ازش غافل بشی؟ وقتی این دشمن با این عرض و طولی که بهش اشاره شد ما رو از خودمون غافل میکنه، از خانوادهمون غافل میکنه، از نسلمون، از اولادمون، از جمعمون، جامعهمون. گفتم مشکلات اجتماعی امروز، باز به این تاکید میکنم، برگردم به این مسئله که این پیوند این مجموعه رو هم بدونید. اون چه در جامعه تو امروز میگذره اگر تو مستقیما اون رو اندازه‌گیری نکنی و براش تصمیم نگیری، تو مسئول خواهی. مسئولیت دیگران جوابگوی مسئولیت تو نیست، یعنی واجب کفایی دیگه. تو نمیتونی به دلیلی که فلانی نکرد ساکت بمونی، به دلیلی که اون نکرد به من چه بگی. و تازه گفتم کسی که امروز دستش خالیه بهتر میتونه این بارای افتاده رو برداره، کسی که امروز پست و مسئولیتی نداره بهتر میتونه به این کارا بپردازه، کسی که عنوانی گرفته حرفم بخواد بزنه متهم به عنوانشه، ولی تویی که خالی هستی بعد بارای افتاده رو برداره. مگر میخوای کار کنی؟ مگر میشه این نسل مفلوک مبتلا رو رها کرد به خاطر یأسش، به خاطر بنبستش، به خاطر شکستی که احساس کرده، مگر میشه رهاش کرد که بره به امان خدا؟ اونم تو لحظه ای که دشمن گفتم همه جا برنامه‌ریزی کرده و تو همه جا خوابی و تو عذر گناه هم به گردن دیگران بیندازی. این نیست، اون چه در جمع تو میگذره مسئولی تو. میبینی این تحول رو تو باید اندازه گیری کنی، براش برنامه بگذاری، براش کار کنی، حرفی داشته باشی، این حالت یأس رو تبدیل کنی. صحبت بود با یکی از دوستان، به این نکته اشاره میکرد که خب ما تو این شرایط جدید حالا یه سری ابهام و شبهاتی برامون بوده و مشکلاتی بوده، این یه مقدارش مربوط به حالتام بوده، یه مقدارش مربوط به شرایط اجتماعی بوده. بعد مثلا میگفتیم ما به این میرسیدیم که میگفتیم شما همش میگید نصر خدا نزدیکه. نصر خدا چیه که نزدیکه؟ کوپ هست. متا نصر الله که میگه این نصر الله قریب، کو پیروزی هست، کو شکست باطل. هرچی تو تاریخ نگاه میکنی به تعبیر اون میبینی باطل همیشه سرفراز بوده، حق همیشه زمینگیر بوده، زندانی بوده، ذلیل بوده، تو کوها، تو بیابانها، تو دربدری، تو زندانها، تو شکنجه ها، تو صحنه های مختلف، تو هر جای تاریخ میری میبینی که رسولی گرفتار، رسولی مبتلاست، رسولی بارشو به دوشش گرفته، داره از کجا تا کجا رو زیر پا میزنه. بس کو پیروزیش؟ نکته ای که هست این معناه که آدم میبینه این وسوسه اونچنان این نسل زنده فداکار تو رو گرفته که خب رفته رفته عکس العملا شروع میشه، اسیان ها شروع میشه، بیخیالی شروع میشه، بیتوجهی ها شروع میشه، لذت طلبی میاد، رفاه طلبی میاد، خوشی میگیره این نسل رو.
یعنی میخواید صبر کنید این نفس آخر خط بره بعد 50 سال که سرش به سنگ خورد برگرده، تو جواب این نفسی که 50 سال غرامتشو به دوش کشیده میتونی بدی؟ به صرف این که به من چه فلانی کرد؟ به خدا قسم جواب یک روزش نمیشه. بار دوش ماست و اونی که گفتن دستش خالی تره مسئول تره. تغافل نکنیم، گفته این اون نندازیم، بار ماست. یاد بگیریم به این نفس چجور حرف بزنیم. گفتم بعد این نسل بیاموزه که پیروزی شکستش در رسیدن به اهدافش. گفتم بود، گفتم ما میبینیم تمام قدرت‌های تاریخ از موسولینی و هیتلر و چه گرفته از مأمون و فرعون گرفته، اینها به اهدافشون نرسیدن، حتی اگر رسیدن جدا شدن، همشون شکست خورد، چون معاویه رو با هدفش بسنجی جدا شد. هیتلر نرسید، فرعون نرسید، هیچ کدوم این گردای تاریخ و سرفرازای تاریخ که تو به رخ همه انبیا کشیدی اونها رو، همه اینها دلیل بودن به اهداف مقاصدشون نرسیدن، ولی انبیا به اهدافشون رسیدن. فرق اینه ما اهداف انبیا رو با اهداف تباقی قاطی کردیم، چون که هدف انبیا این بود که حکومت کنه، سلطه پیدا کنه، در حالی که هدف رسول این بود که هدیناه النجدین. هر هدف رسول این نبود که آدم ها خوب بشن، این بود که امکان خوبی رو برای اونها فراهم کنه. خیلی حرفه، زمینه انتخاب رو برای اونها فراهم کنه و کرد. به همین دلیلی که کرد فرعون از اونها ترسیدن، به همین دلیل شکنجهشون دادن. رسولی که برای فرعون ضرر نداره چرا اون مبتلا کنه و محدود کنه و محبوس کنه؟ چرا شکنجهش بده؟ ثقل کار رسول رو فرعون میفهمه که با او درگیر میشه، سنگینی وجود حسین رو یزید میفهمه که تحمل نمیکنه، اثر وجود امام موسی کاظم رو میفهمن که نمیتونن تحملش کنن. مگر غیر این؟ مشکل ما اینه که ما پیروزی ها و شکست ها رو با اهداف نمی سنجیم، با خواسته های خودمون محاسبه میکنیم، بعد میمونیم. خوب دقت کنید، این نسل رو بعد جوابی برای حرفاش داشت، جوابی برای شبهاتش داشت، جوابی برای شهواتش داشت، جوابی برای بدعت هاش داشت. شبی از همین شبها اشاره ای شد به بیان حضرت امیر که دوتور از شبه به بیانک و بنانک، بس راجع به شبهات و شهوات و بدع و فتن و 4-5 تا این مطالب بود اشاره شد قبلا، که چطور ما در برابر شبهاتی که این نسل رو مبتلا کرده بتونیم نام داشته باشیم، حرف بزنیم. نسلی که گفتم میتونه گاهی شخص رو زیر سوال ببره، دین رو زیر سوال ببره، حتی هر حرکتی، هر نوع فلسفه‌ای که خوشبینی رو، اقدام رو مطرح می‌کنیم رو زیر سوال ببره، بگه اصلا نمیشه هیچ کس کاری بکنه، مذهب نمیتونه کاری بکنه، فلان و فلان و بهمان نمیتونن کاری بکنه. ولی این نسل باید حرفی داشته باشه. شبهات این نسل با سکوت، با کنار کشیدن، با چه کردن و بهمان کردن و نشنوش کردن نمیتونی جواب گو باشی. میخواد این شبهات از تو برخواسته باشه، میخواد از هر کس دیگه برخواسته باشه. تو باید جواب این شبهات با بیرات بدی. این باری که به دوش شماست، دفلت از اون چی که در جامعه شما میگذری این میشه که بگذارید به بنبست برسید 50 سال غرامت بدید. مسئله این حلم حق همه اینها رو در بر میگیره، ولی تو طاقت بار عذاب این مسئولیت‌های عظیم رو داری؟ میتونی ساکت باشی در برابر این همه بحران و فشاری که این روح‌های مبتلا می‌کشند و تو میتونستی تخفیفی بدی به براش؟ حتی اگر تو مسئول نبودی، نان رو تو نگندوندی، بحثی نیست، ولی وقتی تو گندشو میتونستی پاک بکنی و نکردی، چه کسی جواب خوبت باشه؟ اینه که هر کس به حق رسید باید به حق برسونه، هر کس که فهمید باید بفهمونه، بحث هر کس که تولد پیدا کرد باید تولید، هر کی که از این جام نوشید و از این جام مست شد به خدا قسم باید تمام بار عالم رو میگه دامن کشان با عشق تا چشمه یارم دام خورشیده فلان رقصان بره و همه بارو برداره و به حق حق منتظر حتی شکور و سپاسی هم نباشه، که اگر چنین انتظاری و توقعی داشته باشه بدون که تحمل کمترین مشکلات این راه نکنه. بار سنگینه، تحمل اگر میخوای توقعتو صفر کن، از هیچ کس متوقع نه. اون موقع میبینی شکوفه های برکت تو دستای تو بزرگ میشه، به بار میشه. همین دستای خالی گفتم برکتی، کوثری، عنایتی رو میبینی که تو امکانات عظیمش شاهدش نمیتونی باشی. این جمعه، اونم جهان تو، اونم مقطع تاریخی تو، این مجموعه حرفی که واسم این توجه بشه. همین شبیست، فرصتیست، محروم نباشید. جهل محرومیتش محدودتر از غفلته و ما غافلیم. غافلیم از چی؟ از خوده، از مقاصده.
غافلیم از منازلمون، غافلیم از عدوی که در این منزلها خانه کرده. آتینهم من بین ایدیهم من خلفهم عن ایمانهم من شمائله. غافلیم از خودمون، غافلیم از خانوادهمون، از جمعمون، از جهانمون و از مقطعی تاریخی و مسئولیتی که به دوش ماست و امانتی که ما به عهده گرفتیم، به دلیل تشیعمون به دوش گرفتیم تو رو منتقل کنیم. و علی به ما آموخته که منتظر هیچ کس نمان، به ما آموخته که مزد نخواهیم، به ما آموخته که سپاس نخواهیم، باریکلا نخواهیم. لا نرید منکم جزاء بلا شکر. زخمی رو که خدا بسته یه رنج چه چیزی میده، و عرق جبینی رو که خدا قطرهاشو بر میداره با عنایت خودش به رخ چه کسی میکشی؟ نقطه های ضعف ما باعث میشه شیاطین در ما رسوخ کنن و منافذ ما سنگرهای شیاطین بشه. غرور ما، غرور به معنی فریفته شدن هست، گول خوردن هست، به معنی قطع نسبت نعمت از منعم هم هست. نمالی اشاره باشه تو ذهنتون، فرق بین کبر و غرور و عجب رو هم من تو بعض از این نوشته ها بهش اشاره کردم. کبر در برابر حق اسیان کردن، عجب اینه که تو مقایسه ها اندازه ها رو فراموش کنیم، و غرور اینه که نسبت نعمت رو از منعم ببری به خودت منسوب بداری. همه اینها عامل حرکت آره. من به این مجموعه این اشاره رو خواستم داشته باشم که غفلت از نقطه های ضعف و غرور به نقطه های قوتمون رو تقدیرمون، رو تصمیممون، رو اقداممون ما است. این سیر بحث رو صدیه شد. الهی تو ما را ضعیف کن، از ضعیف که آید جز خطا. Love.